گرفته میشه، خیلی سری میره جلوی، تذکر جدی رو هم بهش میده. خطا 3-4 بوده. لیانگ پیو این پاس تکذب کلی خیلی خوبه، بازی با ما آشفته کرده بودن بچه ما رو، بخصوص نیمه اول که معمولا توپ نمیخوره پای بازی کنه ما. چلی آکازاکی رو ما لازم میکنه، لیانگ پیو باید بازی رو آغاز کنه، یاسه هیتا اندو خود لیانگ پیو میرفته به محوطه جریمه در سمت چپ، یه پاس عالی مقدم بازی کنه کره، یه رزه میزنه اونجا توپو، حالا زده داره به تیم ژاپن میتونه شک بگیره، پاس تکذب خوب از ژاپنیا که تو به مایدا نمیرسه، اما سمت چپ کاگاوا میتونه حرکتی رو ادامه بده. شینجی کاگاوا دو بازی کنه مقابلش هستن، حالا سانتکار روی دروازه، یه موقعه هوندا و خطای کیسو که هوندا گرفته میشه، زمینی که ضربش هم در چارچوب نبود. چویون هیونگ که در تیم الرایان قطر بازی میکنه، کاملا با شاید در این ورزشگاه آشنا هست، اینجا بازی خطرناک کیسو که هوندا گرفته میشه. اکر بازی کنه کره پارک، خیلی قشنگ تو باید بین پای بازی کنه مقابل اوبر میده، دوبار میتونست این صحنه رو آوانتاژ بده، دستور خودش میدنه و خطا رو اعلام میکنه. باز به شما ایتن مطمئن باشید بعدش بیشتر خواهیم شنید. جی دونگ وون فقط 20 سال سن داره، تا زنه 20 سالش هم نشد، این بازی کنه شما ده تیم کره در این تورنمنت اولین بازی ملی خودش رو انجام داد، از تیم ملی جوانان به تیم ملی بزرگسالان منتقل شده. دروازه زده میشه به سمت دروازه، یک ضربه سر و توپی که از روی خط دروازه برگشت داده میشه، اولین حمله جدی رو تیم کره ترتیب میده روی دروازه ژاپن، کماکان بازیکن کره به دنبال توپ، یه لحظه اشتباه در خط دفاع و پرتاب بازیکن ژاپن هست، چهره لی رو ملاحظه میکنه، لی چونگ یونگ تو اول کاواشیما زد، تو دوم رو از نزدیک خط دروازه بر میگردونه کنو بدین شکل. تو بیرون نرفته، حالا کره کم کم داره خودی نشون میده در این دقایق، بین دو نفر پارتا به تیم کره جنوبی، اون سمت رضا سخندان کمک دوم آقای قمدی است. چادوری کاگاوا خطا برای کاگاوا اعلام میشه، دوباره آوانتاژ میده این صحنه رو، یکی قشنگ بازی کنه ژاپن میبرن به سمت چپ، سانت انجام میشه میبرن اوکازاکی و توپی که گل نمیشه و هنوزم نشده، چه شانسی میاره کره، ضربه سر اوکازاکی با کمک تیر دروازه بر میگرده. یه بار دیگه با هم نگاه میکنیم، تو بازم چپ فرستادش روی دروازه، عالی زد ضربه سر رو، حالا دو سه مرحله توپو در اختیار گرفت جونسون گریانگ. یه بار دیگه از سمت چپ حرکتی را آغاز کنم بازیکن ژاپن که ثمری نداره، ساعت عالیه ناگاتومو این ضربه سر مسلط کار نکرده این صحنه، دروازه‌بان تیم کره جونسون گریانگ، کلا هر دروازه‌بان خیلی دروازه مطمئنی نیستن، شانس بود که تو به تیر خورد و برگشت به سمتش، با
بازم بازی کردن ژاپن یکم بهتر از کره بازی کردن در مجموع 18 دقیقه که دیدیم. اوچیدا اوت به نفع کره. کجای چول چادوری لی یونگ رایه کاگاوا میبره به سمت چپ اگر بازی کنه ژاپن. مایدا وارد محوطه میشه. خود مایدا کاری سخت میشه و کاملا صحیح بود تک صحیحه. خوانگ جای وون یک کورنر رو فقط به تیم ژاپن میده. این لحظه ایست که پای راست خودش توپ رو زد، اصلا هم خطا نبود. دو بسمت چپ برای دروازه فرستاده بشه. چهارمین کورنر تیم ژاپن هست که یاساهیتا اندو کوتاه میفرسته. خود اندو ساده جالب نیست، توپو میگیره بازیکن کره. ناگاتومو کونو ایواماسا حسابه میبرم به سمت چپ زمین. اندو تکساب کاگاوا مایدا میبره به سمت چپ. میخواست ببره به سمت چپ که پاسش جالب نیست. جدیتری موقعیت تیم ژاپن هست که تو به تیر دروازه خورد و تو به بعدی را اختیار گرفت. آلبرتو زکرانی را ملاحظه میکنید، تیمش بهتر از کره بازی کرده. تکه بلند از اوچیدا توپو به بیرون میزنه. تاتون شاکی آلمان بازی میکنه. 51% ژاپن، 49% کره. لی دمیانه میدید روش خطا میکنند. تاتون با کماندرز بازی میکنه. شما 17 تیم کره لی چون یونگ چادوری بازی سنگی که آروم که بازی کنه کره. شما چند دقیقه بود که کاملا مسلط شدود به جریان بازی. چا یونگ هیونگ لی بلند پشت مدافع موقعیت بازی کنه کره و پنالتی. داور نقطه پنالتی رو نشون میده روی جیسون پارک. قطع پنالتی رو مرتکب شدن. بخت برای بازیکنان ژاپن و حتی برای بینندگان تلویزیونی. تصویر هسته بهتر نشون میده واقعا پنالتی شد یا نه. اینجا پارک به دنبال توپش حرکت میکرد، یه دست گذاشت کنو، اما فکر میکنم پنالتی نبود، نه به حدی که پنالتی رو داور اعلام کنه. اعتراض کاواشیما هم ثمری نداره. ببینیم از این نقطه پنالتی چه خواهد کرد تیم کره. کیسونگ یونگ کاواشیما در دروازه موقعیت بسیاری برای کره که برخلاف جریان بازی به گل برسه. تصویر داری بسیار زیبا تمرکز کیسونگ یونگ
حرکت میکنه، زبر میزنه و گل اول برای کره جنوبی رقم میخوره. کی سونگ یونگ 1-0 تیم کره جنوبی رو جلو میندازه. بازی که تیم سلتیک گلاسگو اسکاتلند بازی میکنه، پنجمین گل ملی خوشحال از 35مین بازیش میزنه و این گونه هواداران کره ای رو غرق در شادی میکنه. تیمش خوب بازی نمیکرد اما به گل میرسه تیم کره جنوبی. یه پنالتی بسیار بسیار سخت گیرانه که شاید روند بازی و روند قهرمانی این دوره رو کلا عوض کنه. خیلی خوب و مسلط زد ضربه‌شو، خوبم رفت سمت توپ کاواشیما اما توپ در دروازه قرار گرفت. یکیش به نفع کره جنوبی. ژاپن هر وقت عقب افتاده این تورنمنت خیلی سریع واکنششون داره و اون بازی‌ها رو هم نتیجه برگردونده. ببینیم این بار در برابر یک رقیب بسیار قدرتمندتر به نام کره چه خواهد کرد. بیست و چهارمین دقیقه بازی، اندو پرتر بازیکن ژاپن. یه بازیکن کره نشسته روی زمین اما کار دنبال میشه، توپ هم چا به بیرون میزنه. ناگاتومو تو در اختیار جون سونگ ریانگ قرار میدن. کنو هست بازی کنی که قطع پنالتی رو انجام داد. کاواشیما کنو توپ بیرون میزنه، پرتاب بازیکن کره جنوبی در تیم سی توکیو بازی میکنه. کنو کیسوکه هوندا تک عالی است. کی سونگ یونگ که دوباره خطا میگیره، قشنگ مشخص و توپ رو زد. کی سونگ یونگ کلا دوباره خیلی سطح بالایی نیست، خیلی القمدی این چهره در جام جهانی قضاوت کرد، از اون با تجربه آسیا به حساب میاد ولی کلاس کار ایرماتوف نیشیمورا به مراتب بالاتر از قمدیست و حتی خیلی از داور خوب فوتبال کشور ما. یه بار دیگه اکراس بازیکن ژاپن با عالی کار میکنه در این صحنه. اوچیدا سانتش انجام میده روی دروازه، یک ضربه سر درست همون جایی که جون سونگ ریانگ حضور داشت. بسیار خوب باز شدن در زمین، توپ روی دروازه فرستاده شد و کیسوکه هوندا ضربه سرش زد. جاگیری خوبه جون سونگ ریانگ باشه توپ راحت در اختیار بگیره. جی دونگ وون پرتاب تیم کره 28 کیلومتر مسافت است که ژاپن دویده. 6.6 کیلومتر در ساعت میانگین سرعت بوده. 30 کیلومتر کره دویده. 6.8 خطا به نفع کره. زمان به نفع این تیم داره سپری میشه روی لی چونگ یونگ. خطا رو مرتکب شدن. برسه چپ خودش هل داد کاگاوا بازیکن حریف رو، تو بعد هم تا راست برای دروازه فرستاده بشه. زنده تکل مسابقه کی سونگ یونگ پشت توپ قرار گرفته. ساده انجام میشه روی دروازه، دفعه دو با بازیکن ژاپن. لیونگ پیو از معدود بازیکن مسن تیم کره جنوبی، خیلی بازیکن تیم کره 20-21-22 سالشونه. واقعا تیم آینده داره تیم کره جنوبی.
دفعه تو باز هیانگ اکر بازی کنه کره زدم نه بسیار سعی دارن ترتیب بیدن جی دونگ وون در محوطه جریمه این بار دیگه خوب کار نمی کنه و توپو در نهایت به بیرون میزن بازی کنه ژاپن.